سلام دوستان گرامی و ها عزیز ما به آخر سمینارهای خودمون تحت عنوان سمینار مجموعه سمینارهای چالش سنت و دموکراسی نزدیک میشیم خلاصه ای از این سمینارها رو من در این دو جلسه یعنی جلسه فعلی و سمینار بعدی تحت عنوان موانع کهن و فرصت نوین خدمتتون رو عرض می کنم فرصت نوین را هم می شمارم که در کنار این موانع کهن چه فرصت برای گذار به دموکراسی ایجاد شده و نتیجه گیری هم می کنم و در انتهای سمینار بعدی ما به پایان این سلسله سمینارهای خودمون خواهیم رسید خب ما از اونجایی شو کردیم که ما یک جامعه در حال گذار هستیم از جامعه سنتی کهن به یک جامعه مدرن و از جامعه استبدادی به یک جامعه دموکراتیک این دوتا به نحوی لازم و ملزوم هم دیگر اقتدار امزاد جامعه کهن بوده است و سیاست اقتدارگرایانه سیاست مولود جوامع سنتی و جوامع کهن و دموکراسی یک محصول مدرنیته تجدد و جامعه مدرن است و هرچند امروز در دوران مدرن هنوز دموکراسی نظام حاکمه بر همه کشورهای دنیا نیست ولی حتی دیکتاتورترین دیکتاتورها هم از آن به این دارند اغلب که شکلی از جمهوری حاکمیت قانون پارلمان قانون اساسی و دموکراسی رو در کشور خودشون حاکم کردند و خیلی هاشون مدعی هستند که بهترین نوع دموکراسی در کشور اون هست. ابتدا از یک مانع ذهنی بزرگ تحت عنوان ناخداگاه جمعی ما ایرانیان که این ناخداگاه جمعی باز کننده مفهومی و ذهنی استبداد اقتدار و جامعه اقتدارگراس شروع کردیم و گفتیم که ما ایرانیان از به وجود آورندگان پراکنندگان و هواداران یک عبر روایت جهان هستی هستیم در این سمینار ها شرح دادیم که این عبر روایت جهان هستی چه بود است گفتیم که ما به یک جهان ایده ها یا جهان مسل معتقدیم که این ایده ها یا مسل تمامی حقیقت را یعنی کلیت وجود مفاهیم و موجودات هستی را در بر می جیدند. این مجموعه مسل یا ایده ها در یک جهان ایدهال یا یک جهان الترناتیو یا یک عالم مثالی به قول فل... فلاسفه گذشته وجود دارند از آنجایی که وجود یک مفهوم گسترده است همه اینها در نهایت به یک وحدتی میرسند که نامش وحدت وجود است و این وحدت وجود در حقیقت موجودات مختلف جهان هستی و مفاهیم جهان هستی را در یک قدرت مطلق یا وجود مطلق به همدیگر متحد می کند ما به نهاد پادشاهی در نظام سیاسی معتقدیم که به فره ایزدی مجهز است نوری به او میتابد که او را به این جهان موجودات حقیقی که تمامی وجود را دارند متصل میکنه از آنجایی که جمیع حقایق در دسترس اوست رموز ارکان هستی در اختیار اوست او قدرتی است نزدیک به قدرت مطلق معید از جانب اهورامزدا و در حقیقت به همه عالم کائنات مسلط ما این حکیم حاکم یا حاکم حکیم را سرپرست خود می خواهیم و یک چنین پادشاه آرمانی را در مسند قدرت می دانیم هر کس به مسند قدرت رسید گفتیم که طبق فلسفه قدیم او از جانب این قدرت مطلق یا دانایی مطلق حتما مورد تایید بوده و بنابراین اطاعت از او لازم است و هر کس از این مسند قدرت به پایین کشیده شد معلوم است که دیگر مورد عنایت این قدرت مطلق یا دانایی مطلق نبوده خداوند در حق او دیگر لطف عمیمش شامل نبوده و او خطایی کرده که مستوجب این عقوبت بوده او را به زیر کشیده و کس دیگری را مسلط کرده در حقیقت تسلط حق تولید میکرد و حقی که تولید میشد حقی ایزدی بود از جانب خداوند بود و بنابراین از چنین شخصی اطاعت لازم بود در بخش دیگری در بخش فرهنگ گفتیم که چگونه پس از اسلام عرفانی به وجود آمد که به زودی خودش را به این ابر روایت جهان هستی که ما ایرانیان در حقیقت از به وجود آورندگان آن بودیم و افلاتون که فلسفه مشابه این را در یونان داشت احتمالا تحت تأثیر زردشت یا پس از آن خود این را به وجود آورده نو افلاتونیان هم پراکنده کردند و به این ترتیب جهان کهن را در تسخیر داشت ما گفتیم که چگونه پس از اسلام عرفانی که در جهان اسلام پراکنده شد در ایران به زودی با حکمت خسروانی در حقیقت ممزود شد با آن به اتحاد رسید و عرفانی را به عنوان مکتب اشراق در ایران به وجود آورد که این مکتب اشراق عرفان پس از اسلام را وصل به جهان کهن میکرد و دوباره همان مفاهیم را در قالب دین جدید و وصل به جهان کهن در حقیقت تلفیقی از آن دو ماهرانه ممزوج میکرد و دوباره به جامعه ارز می داشت نشان دادیم که چگونه ارفان که بنا بود ابتدا بین الیت جامعه و نخبگان بمونه و می گفت مذهبی گناسی و مخفی و مخصوص نخبگان است باید زبان خاص خودش رو داشته باشه و بنابراین اصطلاحات خاصی می کرد که بیگانگان و نامحرم ها به قول معروف اونو نفهمند شعر و زبان فارسی را به تصرف خودش درآورد و پایگاه خودش را در رقابت با فقها ها که دایره بسته ای از متخصصین فقه را در اختیار داشتند و زبان عربی را اختیار کرده بودند در رقابت با اونها زبان فارسی و نصر پارسی را برگزید و شعر فارسی را به تصرف خودش درآورد و بنابراین از منبر استفاده کرد تبلیغ کرد و عمومی شد و جامعه رو به تصرف خودش داد نشان دادیم که چگونه زبان ما کلید واژگان مهم این زبان ما معانی دوگانه و چندگانه عرفانی دارند و نتیجه این ناخودآگاه ذهنی این است که انسان ایرانی فقط نیمپایی در جهان واقعی هستی دارد برای اینکه ارفان ما و جهان بینی کهن ما این جهان را جهان خاکی را جهانی مجازی میداند که جهان واقعی جهان حقیقت هاست و بنابراین زیست در این جهان را آریتی به شما میدن این آریتی شمردن زیست در این جهان نتیجه جدی نگرفتن جهان خاکی و گذرا بودن این زندگانی و عدم اهمیت به اون گفتیم چنین تلقی به اشکال مهمی بر خود تا ما به دوران مدرن رسیدیم در دوران مدرن یک شیفت پارادایمی یک جابجایی چارچوب مفهومی بسیار بزرگ و بسیار عظیم در اثر کشفیات علمی به وقوع پیوست انقلاب صنعتی انقلاب در نجوم باعث شد که از یک سو کره خاکی که مرکز دنیا و می میشد کره زمین مرکزیت خودش را از دست بده کشف دوربین و اکتشافات نجومی باعث شد که بشر به زودی پی ببرد که این کره خاکی یعنی زمین یکی از میلیاردها کرات این کهکشان بزرگ است و هیچ مرکزیتی هم ندارد در کنار سایر سیارات بر گرد خورشید میچرخد و کهکشان شیری که ما از یکی از اجزا آن هستیم در زمره هزاران هزار کهکشان دیگری است که کائنات را تشکیل میدهند و هیچ ویژگی خاصی بر دیگران نداره علم سپس مدعی شد که انسان نیست به وسیله تئوری داروین به این نتیجه رسید که انسان نیست هیچ ویژگی و موجودات دیگر ندارد اشرف مخلوقات نیست نتیجه سلسله تکاملی از موجودات است و یکی از اونها به شما میگه و بنابراین علم نوین اشرف بودن انسان را هم به زیر شک برد و نشان داد که اگر انسان تمیزی بر بقیه موجودات دارد به خاطر قوه فهم و ادراک و عقل و خرد اوست و نه اینکه از طرف خداوند اشرف مخلوقات خلق شده و حق ویژه و هستی داره و به علت این حق آسمانی است که میتواند تصرفات خودش رو در هستی توجیه کنه از سوی دیگر گفتیم که این شیفت پارادایم مصادف بود با یک تغییر مهمی در بینش بشر در روش علمی و جایگزینی اون با روش معرفت کهن گفتیم که در معرفت کهن سه پایه مهم وجود داشت یکی سنت یکی روایت و دلیل نقلی که همان استفاده از روایات و اساتیر به عنوان لب به حقیقت و استدلالی بود که در مقابل استدلال عقلی خیلی موقع برتری داشت و همچنین استفاده از اساتیر به معنای بزرگان افسانه‌ای که منشأ تولید حق بودند و هرچه می میگفتند عین حقیقت بود نشان دادیم که چگونه در معرفت نوین علمی سنت مورد چالش است سنت به معنای دوگم میاد توتمی غیر قابل بحث و گفتگو نیست در باره سنت می توان به بحث نشست اون رو مورد شک قرار داد و سنت در جهان نوین در عالم مدرن در حقیقت سلسله ای از آداب و رسوم از گذشتگان است که اگر ارزشی دارد به جهت تاریخی بودن اونهاست نه به جهت اینکه منشأ حقیقتند نشان دادیم که چگونه روایات را در عرض گفته های دیگران میدانند روایات می تواند مورد استنتاج مورد نقد مورد بررسی قرار بگیره چیزی به عنوان دلیل نقلی نداریم دلایل همه باید دلایل عقلی باشد و دلایل نقلی چیزی جز همان نقل یا روایت نیست که دانش هرمنوتیک روایات را در ردیف بقیه گفتارها و نسبت به شنوندگان فهم شنوندگان اون متنوع میداند و دارای هیچ برتری بر گفتار افراد معمولی در جهان واقعا موجود فعلی نمیدونه همچنین نشان دادیم که اساتیر ارزششان یک ارزش تاریخی و فرهنگی است و دیگر منشأ تولید حق و مطلقیت گفتار و در حقیقت به عنوان سمبول های نمونه برای تأسی و پیروی نیستند گفتیم که این شیفت بزرگ یا شیفت بزرگ پارادایمی یا تغییر چارچوب مفهومی به این معنی است که اون که جهان کهن در حیطه عقل جزئی میدانست و حقیقت را در حیطه عقل کلی به شمار می آورد و عقل جزئی را قاصر به دستیابی به حقیقت می دونست. روش علمی اصولا ادعای عقل کلی یا دسترسی به عقل کلی را به کنار گذاشته و نسبت به اون بی تفاوت است و خارج از حیطه بحث خودش می دونه همین عقل جزئی یا خرد عملی را که کانت می گفت جدی گرفته با همین عقل بشری در صدد کاوش واقعیات موجود بر روی کره خاکی و در دسترس و قابل مشاهده و قابل آزمایش برآمده و از این طریق میخواهد که لایه های بزرگتری از معرفت بشری را پیش ببرد و هنوز نمیداند که آیا در ورای این لایه های واقعیت میتواند به حقیقتی کامل دست پیدا کنه یا نه و به هر صورت روش معرفت کهن درونگرا بود روش علم جدید برونگراست همراه با مشاهده است جزئی نگر است استقرایی است علم و معرفت کهن کلی نگر بود و به استقرا شک داشت عالم واقعی را محیط عقل جزئی میدانست و به عقل جزئی اعتماد نداشت حال برعکس علم در دوره‌ای که به خودش مغرور بود هر چیزی را که با استدلال علمی به دست نمی آمد افسانه و خرافه میدانست. خب در دوره که به دوره پسا مدرن معروفه علم تواضع پیدا کرده و قبول کرده که اون که از طریق مشاهده علمی و روش علمی به دست نمیاد الزاما ممکن است خرافه و یا افسانه نباشه و به روش های دیگری حقایق دیگری به دست بیان و این همواره مورد بحث در بین طرفداران معرفت قدیم و معرفت جدید بودن. حال مسئله بر سر این است که ما انسان ایرانی که در دنیای مدرن با روش علمی مجبور به زندگانی هستیم اگر به این ناخودآگاه ذهنی خودمون آگاهی نداشته باشیم طبعا در چنین عالم غیر واقعی نیمه بزرگ ما زندگی بکنه ما نمیتوانیم با واقعیات جهان واقعا موجود کنار بیاییم و این دائما ما را به انسانهای روانپاره تبدیلی علاوه بر این ما نشان دادیم که چگونه شیعه پس از اینکه به وجود آمد و پس از اینکه در دوره صفویه رسمیت یافت به تدریج هم از لحاظ تشکیلاتی و هم از لحاظ مفهومی توانست قدم به قدم به تصاحب قدرت سیاسی نزدیک تر بشه ما در سمینارهای متعددی به دقت نشان دادیم که چگونه شیعه ابتدا از شرکت مستقیم در قدرت با وجود اینکه زمینه واقعی اون در دوره صفویه فراهم بود روحانیون شیعه خود داری کردن چگونه با تغییر مفهوم آیه خمس خمس را به عنوان یک درآمدی برای طبقه روحانی و سازمان روحانیت اختصاص دادند و استقلال مالی خودشون رو از حکومت فراهم کردند و به صورت یک نهاد مردم بنیاد مستقل از حکومت بعد نشان دادیم که چگونه فقه به وجود آمد فقه ما یک فقه در حقیقت عکس عملی در مقابل اهل تصنم بود ولی به زودی های خودش رو یافت و بارور شد و به علت احتیاج جامعه به فقیهانی که واسطه بین حکومت مستبد و جامعه بودند و تولید حقوق محوری که رابطه اونها رو با همدیگر و با سلطان مرتب میکرد فقها ها قدرت یافتند و بال و پر یافتند و فقه فر بهترین بخش مذهب شد نشان دادیم که چگونه این فقه به یک شاخه فقه ارفانی تبدیل شد و بعد بیان کردیم که چگونه مفهوم ولایت که یک مفهوم عرفانی و تجریدی صرف بود در دست ها لباس حقوقی و فقهی پوشید و در دست فقهای عارف مسلک از یک سو وصل شد به حکیم حاکم وصل شد به عالم مسل و وصل شد به عبر روایت جهان هستیم و بنابراین با ناخداگاه جمعی ما ایرانیان تطابق پیدا کرد و توانست جذابیت برای ما فراهم کنه از یک سو قدم به قدم خودش رو منطبق کرد با تعبیری از ولایت به معنای قدرت و اقتدار و حاکمیت و در نهایت تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد و حکومت را به دست گرفت نشان دادیم که چگونه مرحله به مرحله سازمان روحانیت شیعه به شکل یک شبکه پراکنده که مطابق با مدرنترین نمونه های تشکیلاتی امروز یعنی شکل شبکه است در همه کشور بالا پر گرفت چگونه توانست تشکیلات صوفیان را از چنگال اونها بگیره و اونها را که تکایا و محلات و لوتیان را در اختیار داشتن همه تشکیلات اونها را از آن خودش بکنه و بنابراین به بازار به اصناف به لوتیان نزدیک بشه نهزت شعوبیه را به تسخیر خودش در بیاره و با ناخداگاه ما ایرانیان که در نهزت شعوبیه انعکاس پیدا کرده بود پس از اسلام خودش رو نزدیک بکنه و نشان دادیم که این سازمان قوی چگونه در دوره فتحلی شاه به وسیله ملا احمد نراقی نقطه عطفی پیدا کرد که اگر تا آن هنگام شاهان را تایید می کرد و مشروعیت آسمانی به اونها میداد، حال حکومت را به وسیله مله احمد نراقی در قالب ولی فقیه به فتحلی خان که خانزاده پیش نبود تفویض کرد تا او را به مقام پادشاهی آرمانی بر بکشونه. به عبارت دیگر ملا احمد نراقی گفت که این حکومتی را که حق من ولی فقیه هست به توی خانزاده قاجار اعطا میکنم تا شاه شاهان این مملکت بشی برای اینکه خودم قدرت اجرایی ندارم و این را به تو تفویض میکنم یعنی حکومت را روحانیت از آن خودش میدانست و به کسی که قدرت اجرایی و زور زور بازو و شمشیر داشت میداد تا او از جانب روحانیت حکومت رو اجرا بکنه بنابراین از اون به بعد روحانیت حکومت را رو حق خودش میدانست و در دوران پهلوی حکومت را حکومت ظلم و قاسب میدونست و فکر میکرد اونها حق تصرف در جامعه رو ندارن و اینطور هم تبلیغ میکرد چیزی که به وجود آمد این بود که شاهان پهلوی میخواستند این اقتدار روحانیت رو کم کنند ولی در نهایت محمد رضا شاه پهلوی از این روحانیت بال و پر گسترده و دارای ایدئولوژی سیاسی برای تصابه قدرت شکست خورد و این بار به جای اینکه ملا احمد نراقی جدید که آقای خمینی بود تاج را بر سر فتحلی شاه بگذاره تاج را از سر محمد رضا شاه برداشت و بر سر خودش گذاشت و در حقیقت انقلاب چیزی از جابجایی قدرت بین نظام پادشاهی آرمانی به روحانیت شیعه که در صدد تصاحب قدرت سیاسی بود نبود بعد ما در بخش اقتصاد نشان دادیم که چگونه اقتصاد ما یک اقتصاد است نشان دادیم که چگونه نظام های اقتدارگرای نوین از این اقتصاد دولتی برای خرید جامعه استفاده می کنند چگونه حامی پرور می شوند چگونه خودی ها رو منتفع می کنند تا اینکه نظام خودشون رو حفظ کنند و چگونه جامعه را نانخور خودشون می کنند و بنابراین در شرایط عادی محافظه کار و کنزرواتی و از تغییرات بزرگ می توسن. بعد جامعه پذیری و نظام جامعه پذیری را نشان دادیم در اثر استمرار این ناخداگاه ذهنی و اقتدار جامعه روحانیت و بقیه نهادهای اقتدارگرا و نشان دادیم که چگونه خانواده نهاد روحانیت عرفان نهاد آموزش نهاد کار و پیشه و اصناف محلهای پرورش اقتدارگرایی در افراد هستند کارخانه تولید استبداد و اقتدارند چگونه کودک معصومی را تحویل میگیرند در خانواده او را به یک نیمه مستبد تحویل تبدیل میکنند و تحویل نهاد آموزش میدهند سپس تحویل نهاد روحانیت بازار و شغلیابی و در پایان از او یک مستبد و اطاعت پذیر کامل میسازند که کاملا حاضر است استبداد حاکم را تحمل کند و وقتی فرصت پیدا کرد خود به یک مستبد دیگری تبدیل بشه همچنین نشان دادیم که چگونه این قوانین اساسی تبعیض بنیاد بعد از جمهوری اسلامی قانون اساسی اول و پس از اصلاحات قانون اساسی اصلاح شده چگونه با استمرار این استبداد جامعه رو به گسل های غیرقابل ترمیمی تبدیل کرده و چند پارچه کرده پنج گسل مهم را نام بردیم گسل معرفتی، گسل جنسیتی، گسل مرکز و پیرامون گسل سنت و مدرنیته و گسل نسلی و نشان دادیم که چگونه این گسل ها در اینکه جوامع کلکتیو و جمعگرای کوچکی تولید میکنه که ضد دموکراسی عمل میکنند و چگونه دموکراسی را به چالش طلبند و جامعه را چند پارچه میکنند و چگونه حاکمیت از اینها استفاده میکنه تا اینکه بتواند اقتدار خودش را مستمر کنه سپس در سمینار دیگری نشان دادیم که چگونه این سیاست اقتدارگرایانه میتواند انسانها را اطاعت پذیر کنه نشان دادیم که اقتدارگرایی چگونه جامعه رو اطاعت پذیر میکنه و در بخش روانشناسی اجتماعی شرط دادیم این چگونگی رو و سپس نشان دادیم که سیاست در یک جامعه اقتدارگرا با سیاست در یک جامعه دموکراتیک چه فرق هایی داره و موانع عمده ای را که بر سر گذار به دموکراسی است در هر کدوم از اینها شرط دادیم حال که موانع روشن شدن در سمینار آینده فرصت هایی را که جامعه مدرن جامعه کنونی در اختیار ما گذاشته تا بر این موانع غلبه کنیم برای شما واکاوی خواهیم نمود امیدوارم در آخرین جلسه سمینارهای ما هم شرکت بکنید و با هم به یک جنبندی برسیم شما را به خدا می سپارم تا آخرین جلسه سمینار خدا پشت بناید.